دوباره خوش آمدید به ادامه برنامه هستیم با شما خوبان. بحث صلح هم قبلا اشاره کردم، راجع به صلح و ارزش صلح، آن هم از دیدگاه اسلام و اینکه نیاز یک جامعه انسانی و اسلامی هست که انشالله ما تلاش بکنیم برای آوردن صلح، گام های مثبتی رو برداریم. طبعا همه افغان ها هم در انتظار صلح هستند و امید و آرزوی هر افغان وقتی پرسان بکنی صلح هست، اما این صلح چه وقت آمدنی هست؟ شاید ما به صلح رسیدیم در گذشته ها، اما این صلح مقطعی و محدود آیا راه حل بوده و چه نتیجه‌ای رو میتونستیم بگیریم و اینکه انشاءالله در آینده چگونه خواهد بود؟ و همچنین از هر مهمتر بحث نقش جوانان در آوردن صلح هست. حالا اقشار مختلف در کشور هستند، از بخش خانم ها بگیرین، بخش جوانان و همچنین در کل علما، و همه ما میتونیم نقش موثری در آوردن صلح داشته باشیم. این که نقش خود را چگونه ایفا میکنیم برمیگرده به خود ما. اما یک موضوعی رو میخوایم در اینجا اشاره بکنم، این هست که هر افغان میخواهه که صلح بیایه، افغان واقعی. اما این که بعضی ها به نوعی شاید در این وسط مشکلات رو ایجاد بکنن به خودشان و موضوع شخصیشان هست برمیگرده. روی این موضوع صحبت میکنیم و یک تن از فعالین صلح هر با خود داریم، آقای گلاب الدین اقبال‌واک که یک تن از فعالین صلح هستند. بیشتر صحبت میکنیم راجع به صلح و همچنین موضوع دیگری که مرتبط به صلح میباشه. آقای اقبال‌واک خوش آمدید، عصر شما بخیر باشه. سلامت باشه، عصر شما بخیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و صلح خیر، وقال الله تبارک و تعالی فی مقام آخر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، صدق الله العظیم. سلام خدمت شما، خدمت همکاران تکنیکی شما و همچنین سلام و احترام خدمت مردم رنجدیده افغانستان، مردمی که همیشه در صحنه شهادت، در صحنه امید و آرزو برای رسیدن به یک صلح دائمی بوده. سلام و احترام دارم و همچنین به امید یک صلح سرتاسری در کشورم. سلام بر شما، انشالله که اینگونه هم بشه و ما هم آرزوی ما صلح هست. آقای اقبال‌واک، در ابتدا طوری که اشاره هم کردید، صلح چقدر واقعا از دیدگاه اسلام ارزش بالایی داره و تاکید شده روی این موضوع؟ و حتی ما اگر نگاه بکنیم بحث امنیت که خدای مهربان در سوره الایلاف و منتی به نوعی میگذاره، در این قسمت اگر توضیح در ابتدا داشته باشیم. ببینیم، صلح یکی از پدیده های بسیار مهمه که در اوایل اسلام پیامبر صلی الله علیه و سلم علاوه بر اعمال دیگر عملا صلح را انجام داده. اگر ما بیایم مراجعه بکنیم به آیات و احادیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم، ما میبینیم که در قرآن عظیم الشان خداوند میگه که وصلح خیر، بهترین و رساترین و زیباترین امور برای انسان ها صلح است. صلح خود از او خیر و صلاح برای مسلمین است، خصوصا تنها نه برای مسلمین بلکه برای تمام انسانیت. ببینید در هر جا وقت ما میبینیم که در هر جامعه‌ای که صلح برقرار است، حالا مهم نیست که صلح صلح سیاسی باشه یا اجتماعی، در هر بخشی که باشه میبینیم همو جامعه به خیر و صلاح رسیده، همو جامعه به زیبایی های زندگی رسیده. و در جامعه‌ای که ما میبینیم که در اونجا جنگ است، در اونجا صلح برقرار نیست، ما میبینیم که مطابق همه آیات در اونجا خیر و برکت هم نیست. ما بهترین مثال میتونیم کشور عزیز ما افغانستان رو بدیم که ما متاسفانه به خاطر عدم صلح در افغانستان روزها، یعنی در هر روز ما چندین جوان رو از دست میدیم. بزرگترین سرمایه کشور ما جوانان ما هستند. متاسفانه که ما به خاطر عدم صلح و ادامه جنگ در افغانستان جوانان خود را از دست میدیم. وقتی که ما میایم علاوه بر از این که در صلح خیر و صلاح و فلاح نفته است، در صورتی که ما صلح نداشته باشیم، در صورتی که در بین مسلمین جنگ باشه و همیشه اختلافات باشه، خداوند میگه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، شما با هم دیگر منازعه نکنید، باز همو ارتباطات شما کم میشه و سست میشه و همچنین همو هیبت اسلامی شما از بین. ببینیم اگر ما به ابتدای اسلام بریم چقدر مسلمان ها قوی بودن. شما اگر همو قصه حضرت عمر شنیده باشین، وقتی که نماینده فارس یا روم میایه، اونجا نمیفهم که فارس است یا روم است، وقتی که می حضرت عمر با یک شمشیر خوابیده هستند، شمشیر به سر نه، چقدر او یک پادشاه به لرزه در میه، چون او هیبت اسلام بوده، هیبت ایمان بوده در از اونها. متاسفانه حالا میبینیم که
زیاد از مسلمان ها هستند در کشورهای اسلامی، همی عدم همبستگی ما، عدم اتفاق ما، عدم اتحاد ما و همچنین جنگ در بین ما باعث از این شده که ما همو هیبت خود را در جهان اسلام یعنی و همچنین در جهان کفر از دست بسیار عالی. طوری که شما اشاره کردین و اینکه دشمن و کفر به اصطلاح رخنه ای کرده و نفوذ پیدا کرده، این برمیگرده ای که اتحادی در بین مسلمان ها وجود نداره و یا ای که همدیگر پذیری وجود نداره و همچنین عدم تمسک جستن به دستورات اسلام خواهد بود؟ ببینیم دقیقاً همینطور است. حالا ما از هر لحاظ وقتی که وارد جغرافیای اسلام میشیم، ببینیم که در هر کشوری که اسلامی که ما میبینیم که اونجا جنگ است، طبیعی است ارتش و کفر در اونجا هست. هر اکثر کشورهای اسلامی رو وقتی ما میبینیم کفار از راه جنگ وارد از کشور شده و همی بی اتفاقی و همچنین عدم سازش مسلمان ها با یک دیگر یک رخنه برای حضور نیروهای کفری ایجاد کرده تا که اونا وارد جامعه اسلامی شود. ما میبینیم به سر از این بحث میکنیم که اسلام اولین گامر برداشته در امور صلح. شما اگر مطالعه بکنیم صلح حدیبیه بهترین مثال است. حالا که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با اون قدر از صحابی بزرگوار میره، اونا به هدف جهاد میرن مقابل قریش که وقت کفار بودن، اونا میخوان که با اونا جهاد بکنن، ولی صلح ترجیح میدن در مقابل کفر. صلح ترجیح میدن به خاطر از اینکه عنوان یک نمونه باشه، یک یادگار باشه به ما، تا اینکه بعد از 1400 سال مسلمان ها همو پیامبر رو الگو بگیرن و همو اعمال پیامبر در مورد صلح باید الگو بگیرن. امروز ما متاسفانه در کشورهای اسلامی میبینیم که جنگ ها زیاد است، ولی هیچ کس به فکر از این نیست که بیم از منافع شخصی خود تیر بشیم، ببینیم که اسلام چی گفته، پیامبر صلی الله علیه و سلم چی اعمال را انجام داده و همچنین در بین زمانی که مسلمان ها به سر قدرت بوده، امپراتوری مسلمان ها بوده، اونا چی رقم از چه بیجگی ها و از چه فعالیت های برخوردار بودن، چه کارهایی کردن. متاسفانه در کشور ما و همچنین در جامعه اسلامی فعلی ما به همو قدم هایی که در زمان صلح حدیبیه برداشته شده، ما همو اعمالی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم و زمان صحابه و تابعین و قرون اولی اسلام برداشته شده، متاسفانه ما راه ها از اونا رو نمی پیماییم و به دنبال رو از اینا نیم. هر کس در کشورهای اسلامی متاسفانه جای بسیار تاسف است که ما میگیم و شمول کشور عزیز ما افغانستان، هر کس به دنبال منافع شخصی خود است در مسائل صلح، به دنبال از این است که منافع و مصالح اولیای اسلامی و همچنین کشور خود را در نظر بگیرد. اما با اینکه بیایم سر موضوع بحث کشور خود ما نگاه بکنیم، در طول چندین دهه ما همین ناامنی ها بوده و این صلح یک آرزو و یک آرمان برای هر افغان شده، علت اساسی کجا هست؟ سر نخ در کجا گره خورده؟ دست کیها در این گره زدن ها در کار هست که ما نتوانستیم صلح دائمی رو داشته باشیم در این مدت، در حالی که جوانای ما طور که اشاره کردیم معذرت از دست دادیم، شهادت در اینجا بوده، قیام های بسیار بر حق صورت گرفته، اما هنوز به اون صلح واقعی نرسیدیم. ببینیم افغانستان یکی از کشورهایی که بیشترین قربانی داده، هم در امور صلح بیشترین قربانی داده و هم در امور جنگ بیشترین قربانی. اگر ما بیایم بررسی بکنیم تاریخ افغانستان، بیشترین صلح ما داشتیم، متاسفانه صلح های مقطعی بودن. اگر شما بریم کلمبیا رو سی کنیم، مثلا کشورهای دیگر سی کنیم، اونا کشورهایی بوده که بعد از آل کلمبیا، بعد از 4 قرن، بعد از نیم قرن، یعنی بعد از 50 سال جنگ در بین از اونا صلح ایجاد شده، تا حالی هم ادامه داره، بهترین کشور متفق و همچنین متحدیه. متاسفانه در افغانستان اگر ما از زمان غازی امان الله خان به این طرف نگاه بکنیم و همچنین اگر فراتر از او بریم، از زمان پسران احمد شاه بابا به این طرف اگر نگاه بکنیم، متاسفانه حتی بین برادرها و بچکاکه ها و اینا در زمان شاهان قدیمی صلح شده، متاسفانه صلح مقطعی بوده گفته شما. وقتی که پایینتر از او میاییم و در زمان انگلیس ها وقت مطالعه میکنیم، وقت زمان روس ها مطالعه میکنیم، ما بهترین صلح داشتیم، بهترین جهاد مردم افغانستان بر حق انجام دادن، به خاطر آوردن صلح بیشترین قربانی رو دادن. متاسفانه وقتی که صلح میه در افغانستان، علت و عامل اصلی و اساسی از این متاسفانه همو کسایی بودند که در رهبریت صلح قرار داشتند و اونو منفعت شخصی خود در نظر گرفت. نکته اساسی به خاطر از این ما میبینیم که به یک صلح دائمی نرسیدیم. اگر در افغانستان
به خاطر از اینکه ما به یک صلح دائمی برسیم باید تمام جهات در نظر گرفته شود. مثلا حالا ما بیشتر تحقیقات ما روی مسائل صلح هست، وقتی که ما کنفرانس بونر در نظر بگیریم ببینیم حاشیه راندن طالبا در کنفرانس بون یک اشتباه بسیار بزرگی بود، یک اشتباه بسیار فنانه بود، باید سهیم می بودن. اگر قرار بی بود که افغانستان به یک صلح برسید، به نظر من عامل اصلی عدم صلح در افغانستان کار کردن دستهای خارجی در افغانستان. حالا این دستهای خارجی چگونه زمینه بر اونا مساعد شده؟ ببینیم، زمینه خود ما مساعد میکنیم. وقتی که ما در خانه خود برای بیگانه زمینه رو مساعد نکنیم، طبیعی است که بیگانه ها نمیاد. وقتی چند قرن شخصی منافع شخصی خود در هیچ کس، اگر بزرگان ما منافع اولیای کشور در نظر بگیرن و منافع مصالح اولیای کشور در نظر بگیرن، ما به یقین هستم حمالی هم اگر همین بزرگای ما که در رأس هر دو طرف هستند، بزرگای ما که فعلا میخواهند مذاکره بکنند، بزرگای ما که در امور صلح کار میکنند، اگر از منفیتهای شخصی خود بگذرند و از منفیتهای قومی بگذرند، ما به باور هستم که در افغانستان صلح میاد. متاسفانه همه کسایی که منفیتهای شخصی خود را در نظر گرفتند، زمینه برای حضور استخبارات خارجی و همچنین زمینه برای استخبارات و همچنین نیروهای استعمارگر این زمینه را مساعد کردند تا که اونا بیای کشور ما زیر سلطه خود قرار بده و باز دوباره کشور را یک دهه، دو دهه، سه دهه به معرکه جنگ قرار بده و به افغانستان یک زمینه جنگ فراهم بکنه. متاسفانه خود همو استخبارات خارجی عامل اصلی ازی است، چون شما میفهمید که استخبارات خارجی یا کشورهای ابرقدرت، ببینیم بیشترین تجاوزایی که کرده استخبارات یا کشورهای ابرقدرت، امپراتوری ها، بیشترین از اونها در افغانستان بوده. چرا؟ این یک عامل است. افغانستان اگر خوشبختانه بگم یا بدبختانه بگم، خوبی اینه که خوشبختانه بگم، افغانستان یک منطقه استراتژیک است، یک جای بسیار مهم است. وقتی که مثلا روسا میخواد بیای افغانستان یا انگلیسا مثلا از انگلیس میخواد میای به افغانستان، به خاطر از این که آسیار تحت کنترل خود داشته باشه. شما خبر دارین که بیدل گفته افغانستان قلب آسیا است. وقتی که امریکا میای، از امریکا مثلا از قاره امریکا میخواد میای در افغانستان و اینجا برای پایگاه جور میکنه و اینجا تحت استعمار قرار میده، ببینیم هدف از اونا چی است. هدف از اونا وقتی که افغانستان رو تسخیر میکنه، به این معنی که کشورهایی که در آسیا اتم داره اونا رو تسخیر کرده، مثلا ایران، مثلا چین، مثلا روسیه، مثلا هندوستان، مثلا پاکستان، بهترین منطقه است افغانستان برای هر کشوری که اونا خواسته باشن در جهان ابرقدرت باشن و کشورهای دیگه اتمی رو تحت تسلط قرار بدن. متاسفانه افغانستان هم یک جایگاه داره و خوشبختانه میشه که گفت اگر ما بتونیم از افغانستان به عنوان یک جغرافی های بسیار درست استفاده کنیم، خوشبختانه باید بگیم که افغانستان بهترین مکان است. اما نکته اساسی تری که اشاره کردین، بحثی که از ما به صلح رسیدیم اما نتونستیم حفظ کنیم، این حفظ صلح، پایداری صلح چقدر مهمتر است از یک ما به صلح دست پیدا میکنیم و چقدر باید دولت مردان و کسایی که در رأس هستند به این باور باشن که ما در پیش رو هم احتمال داره که به صلح برسیم و بتونیم گام های مؤثر رو برای بقای صلح و تداوم این صلح داشته باشیم. ببینیم اگر ما در ابتدا به همین صلح های مقطعی که در افغانستان آمده بیم سعی کنیم، متاسفانه تمام ابعاد را نسنجیدیم. اگر بیم تمام ابعاد را بسنجیم و تمام گروپ ها و ابعاد که اونا به یک نوع در جنگ در افغانستان دخیل بوده، اونا رو مثلا بیاریم وارد مذاکره کنیم و اون مذاکرات با اونا انجام بدیم و همدیگر پذیر باشیم، بیشترین مهمترین عامل در صلح اینه که همدیگر پذیر باشیم. ببینیم وقتی که مجاهدین با حکومت دکتر نجیب صلح میکنه، اصلا مجاهدین حکومت دکتر نجیب به نظر نده، اونا هم مردم افغانستان بده، سیه به مقابل از اونا، یا اونا به حق بوده یا باطل بوده، هر چی که بوده او مربوط به خود از اونا میشه. طبیعت افغانستان داشتن، ولی طبیعت افغانستان بودن، افغان بودن. و وقتی که در همون وقتا اگر اونا میگرفتن بین خود خود اختلاف نمیکردن و تمام جهات در بین مجاهدین هم هفت گروه بودن، اکثر چند گروه بیامدن صلح کردن، یک و دو گروه مثل حزب اسلامی واری مثلا از مذاکرات باز مانده بوده، از حکومت باز مانده. بعد حکومتی که بعد از صلح میه، یک حکومت مشارکتی جامع باشه، تمام اقوام، تمام گروه ها، تمام احزاب باید در او حکومت خود رو ببینه. ولی اگر در افغانستان در آینده هم قراره که صلح بیه، اگر تمام
اندیشه ها، تمام احزاب، تمام گروه ها در مذاکرات صلح در نظر گرفته نشه. مثلا حالا ما بدون از اینکه طرفدار یک کدام چی باشم، وقتی که امارت اسلامی ادعای ازیر داره که ما تنها با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنیم، با تمام گروه های فعال در افغانستان یا تمام احزاب فعال در افغانستان مذاکره می کنیم، خب اونا یک ترس از آینده دارن. این یک تجربه شده برای از اونا، فردا یک گروه یک حزب بر ضد طبیعی است که بر ضد حکومتی که اونا میخواهند حکومت مشارکتی تشکیل بدن، یک حکومت که به نظامی که اونا میخواهند که به مشترک در افغانستان تشکیل بدن و جنگ در افغانستان ختم بشه، متاسفانه اونا این نظریه و این تجربه آینده باز تکرار نشه که باز فردا حکومت جور بشه و نظام جور بشه، باز یک گروهی که در مذاکرات نباشه باز اونا برن به کوها بلند بشن و مقابل از این حکومت باز جنگ و جدل و منازعه شروع بشه. متاسفانه در افغانستان امنیت تجربه تلخ است که در تمام صلح‌های مقطعی که بوده یک گروه یا چند گروه فقط محدود نظام را در نظر گرفتن و در مذاکرات هم اونا اشتراک داشتن، صلح را اونا کردن، متاسفانه گروه های دیگر باقی مانده. بهترین به همو مثالش صلح مجاهدین است و مثلا بهترین مثال از اونا کنفرانس بن است. همینا هم را اگر در اون زمان اونا تمام مردم افغانستان حتی یک نظام رو اونا بگرفتن از بین بردن، آخو یک نظام بود تقریبا، مثلا 90% خاک افغانستان به دست از اونا بود. حالا امارت اسلامی یک نظام بوده، اونا اگر به نظر من، یک نظر شخصی من است، نه که من چی باشم، نظر شخصی من است، اگر در اون زمان اونا این مردم وارد گفتگوهای چه میکردن که به کنفرانس بن گفته شد و یک نوع نقش میدادن در ازی، به نظر ما شاهد اینقدر مشکلات و اینقدر بدبختی ها در دو دهه اخیر نبودیم. متاسفانه وقتی که ما تاریخ مطالعه میکنیم یا بزرگای ما قصه میکنن یا بیاد میاریم، وقتی که در سال 2001 و 2 بزرگای یا همو رهبرای طالبا میان به خانه های خود میشینند، باز همی امریکایی ها یا ناتو یا هر کسی که است اینا میره اونا رو دستگیر میکنه، دوباره زمینه رو چی میکنه که اونا باعث ازی بشه که مقابل از اینا بر بخیزن. اگر شما سالای 2002-2003 یاد میده چقدر آرامی در افغانستان، به هر جای افغانستان میتونست بریم. متاسفانه بعد از 3 سال 4 سال بعد از او، بعد از سالای 2005-2006 جنگ ها در افغانستان شروع. چرا؟ به خاطر از اینکه یک گروه یا یک حکومت رونا از زمینه نظام رانده بودن و همچنین رهبرای از اونا به زندان انداخته بودن و اونا از کشور بیرون کردن و مجبور کرده بودن که بیرون بشن و ما رفتیم به یک مرحله جنگ بسیار متاسفانه، یک جنگ که خانمانسوزی که در هر دو طرف حال افغان ها کشته میشن، جوانان ما سرمایه ملی ما هستن، اونا متاسفانه کشته میشن. بنابراین به نظر من بهترین راه حل برای آوردن صلح در افغانستان و ای که ما صلح دائمی داشته باشیم، نه صلح مقطعی و صلح چند روزه، بهترین کار ای است که گروه های مختلف از کسایی که حمایت میشن از اونا نظریه نگیرن. قرار باشه که کشورهای مختلف به گروه های مختلف نظریه بدن و اونا وارد مذاکره بشند و اهداف و منافع او کشورها در نظر بگیره. ما بازم به این صلح خوشبین نیم و فکر نکنم در افغانستان یک صلح دائمی، شاید صلح بیا یک صلح مقطعی. دومی است که بعد کسایی که در مذاکرات صلح هستند و کسایی که در گروه های مختلف یا در احزاب مختلف اونا رهبریت دارن، از منافع شخصی و حزبی و سمتی تیر بشن، اونا بیان به منافع اولیای کشور فکر بکنن، اونا بیان به یک نظام اسلامی شرعی که تمام همو اعمال و کردار از اون مطابق شریعت باشه، مطابق اسلام باشه فکر بکنه، به نظر من در این وقت شاید صلح بیه. و همچنین مرحله سومی است که باید تمام گروه ها در مذاکرات صلح شریک باشن، تمام گروه ها در نظام آینده ای که میایه باید شریک باشن. اگر قرار بدی باشه که بعضی از گروه ها به نوعی به حاشیه رانده بشه، بعضی از سمت یا احزاب به نوعی به حاشیه رانده بشه،
متاسفانه ما باز هم شاهد یک صلح دائمی در افغانستان نخواهیم بود. بسیار عالی. اما با چنین وضعیت و طوری که شما هم جزی از فعالین صلح هستید، فعلا در کدام مسیر روان هستیم؟ به نظر شما آیا اون چیزی که شما قبلا اشاره کردیم و اینکه همشمول بودن احزاب و گروه ها و در کل مردم افغانستان، آیا در این مذاکرات خواهد بود به اون صلحی که هست خوشبین خواهیم بود یا خیر؟ ببینیم، ما در افغانستان به هر حرکتی که به صلح میشه، اگر شما یک فکر میکنیم، مثلا شما در یک دشت قرار دارین که بسیار تشنه، به هر طرف که ببینیم میبینیم که به یک نوع به نظر شما میاد که او باشه، به همون طرف تیز میریم بدون از اینکه تمام جهات رو در نظر بگیریم، میریم به خاطر که خیلی تشنه. افغانستان هم در یک همینطور یک شرایط قرار گرفته. تمام مردم افغانستان، چی کسایی که در گروه طالب است، چی کسایی که در گروه حکومت است، چی کسایی که در بیرون نظام و همچنین مردم عادی هستند، اونا به عنوان همو شخصی که در داخل دشت تشنه و به هر طرف تلاش میکنه که او چکار بشه، خود رو به آب برسانه. افغانستان در یک همین شرایط قرار گرفته. ما از هر جایی که صدای صلح بلند میشه، ما به عنوان همو فرد تشنه به همون اندازه آرزو و امید داریم که به همو آب برسیم. مردم افغانستان در هر دو طرف و در مردم عادی افغانستان از هر طرف که صدای صلح بلند میشه، اونا به این امید هستند که صلح بشه و این به فال نیک میگیرن. اما یک نکته برز معذرت اینجا، چقدر کسایی که در رأس رهبری هستند با یک تفکیک و یک تشخیص بسیار بالا وارد این نوع مذاکرات بشن که همین رفتن به طرف این آب یا به طرف یکی که سیراب بکنن خوده به نقص ملت و جامعه نباشه؟ ببینیم، اینجا باید کسای انتخاب بشه تا اینکه ما بتونیم ملت ما به یک صلح دائمی برسه که اونا واقعا اشخاص باشند که به منافع شخصی خود فکر نکنند و به آینده نگران نباشند. کسای باشند که حداقل به جوانان افغانستان که روزانه 100 جوان ما قربانی میدیم، در هر دو طرف به قربانی های جوانان افغانستان احترام بگذارند. کسای باشند که اونا حداقل به عنوان افغانهای بیطرف، افغانهای باشند که اونا واقعا طرفدار کدام یک استخبارات خارجی نباشند، از طرف کدام کشور خارجی حمایت نشوند، افغانهای باشند که افغان سوچه باشند، یعنی نظریه خود از اونا باشند. کسایی باشند که اونا بیایند از بین مردم بلند بشن، نظریات مردم رو بشنوند، به جای پیش از اینکه اونا نظریات استخبارات رو بیرونی رو بشنوند، بعد نظریات مردم. اینطور اشخاص اگر، اما این نوع فیلتر از کجا باید؟ به نظر شما این فیلتر وجود خواهد داشت یا خیر برای گزینش افراد این گونه؟ ببینیم، این مربوط میشه به مردم افغانستان. متاسفانه آیا مردم در این قسمت میتونن تصمیم بگیرن یا خیر؟ که مردم افغانستان، من نمیفهمم که به خاطر فقر اقتصادی است یا ای که فقر علمی مردم افغانستان است، تمام مردم خوابیده است. فقط چند نفر به سر مردم معامله میکنن، مردم چوب اصلا. عنوان یک جوان، عنوان یک فعال صلح، آیا در جوانان همچین نیرو و قوت وجود نخواهد داشت که صدای خود بلند کنند در قسمت تصمیم گیری به این گونه فیلتر شدن افراد صدای خود بکشند یا خیر؟ ببینیم، جوانان بزرگترین نیروی بشری هر جامعه هستند. در افغانستان بیشترین قربانی جوانان دادند. به نظر من است، ما از تمام جوانای افغانستان میخواهیم به جای از اینکه ما به نفع یک شخص، به نفع یک گروه، به نفع یک حزب بیایم و اونا رو چیکار بکنیم، برای از اونا کار بکنیم، بیم همصدا بشیم. به نظر من بهترین فیلتر میتونه جوانا باشه، جوانای بی‌طرف، جوانانی که در افغانستان قربانی دادن. این زمین برای جوانان مساعد شده یا خب باید مساعد بکنن. اما اگر شما، یک از کشورها بوتان بود، به نظر من یک روز من در یک کنفرانس شرکت داشتم، یک نماینده از بوتان بود، انشاءالله که بوتان بوده باشه، از یاد من نرفته باشه. اونا وقتی که مذاکرات رو میگن شروع کردن، هم نماینده از اونا صحبت میکرد، هم گروپی که بین حکومت و هم گروپ جنجال بود، میگه اونا وقتی که وارد تالار مذاکرات شدن، بعد هم مناسبات از اینا خوب، مذاکرات از اینا خوب پیش نرفت، اینا اختلاف کردن به سر نو حکومت و به سر مسائل حکومتی، میگه اینا ماستن بیرون بشن. تمام زنهایی که همونجا حضور داشتن پشت دروازه، پشت سنم دیگر استاد شدن، ما اجازه نمیدیم تا یک شما همونجا صلح نکنید. ببینیم در کشورهای دیگه زنها اینقدر نیرو دارن که اونا همو دو گروه وادار بیمی کنن که اونا با هم دیگر بشینن و صلح کنن، مذاکره کنن.
در افغانستان بیشترین نیروی ما در افغانستان جوان ها هستن و در هر دو طرف ما جوان ها قربانی میدیم، در بیطرفی هم جوان ها قربانی میدن. جوان ها میتونن بهترین اشخاص باشه که اونا برای صلح کار بکنن، بهترین اشخاص باشه که اونا صدا خور بلند میکنن. متاسفانه که اگر چنین یک کار بشه و متاسفانه جوانان ما امروز من میفهمم بسیار یک گده محدوده اونا در مسائل صلح کار میکنه و اکثریتشون هم خوشبین به اینی هست که صلح در افغانستان میه. خب اگر من کار نکنم، شما کار نکنیم، یک جوان دیگه کار نکنه، خب طبیعی است که صلح نمیه. بعد ما صدا خور بلند بکنیم که جهانیان و همچنین کسایی که در رهبریت مذاکرات هستن اونا صدای ما رو بشنوند، احتمال بی است که انشالله در افغانستان صلح بیه. اما به عنوان آخرین پرسش، این کلمه تاسف و متاسفانه رو تا به کی باید ما گفت و منتظر بود و ای که این ناامید بودن جوانان به نظر شما و این بی‌اعتمادی جوانان، آیا یک گروه یا یک نهاد وجود نخواهد داشت که یک حرکت و یک جنبش بسیار خوب روشنی رو داشته باشه و خودجوش باشه در قسمت استادگی بکنه؟ ببینیم، همین تاسف و ناامیدی جوانان در افغانستان بعضی از نهادها وجود دارد. اکثریت نهادها که اونا خیرخواهانه بودن، بشردوستانه بودن یا به خاطر فعالیت‌های سیاسی کار کردن، جوانا رو پشت سر همدیگر استاد کردن، با اونا فعالیت کردن، وقتی به مقصد اصلی رسیدن جوانا رو رها کردن. اکثریت جوانا ترس ازی داره وقتی که یک نهاد مجور میکنه یا به عنوان یک فعال صلح ما مثلا میرم پیش یک جوان صحبت میکنم، او فکر میکنه که مثلا من یک نهاد دارم میخوام از این سوء استفاده بکنم. تا زمانی که به جوانان ما این انگیزه داده نشه و جوانان از بطن جامعه، کسایی که اونا واقعا به ملت دل میسوزانند، کسایی که اونا واقعا جوانانی که اونا به وطن دل میسوزانند و به این خاطر به منافع شخصی خود حرکت نمی کنند، فقط به خاطر ختم جنگ در افغانستان و همچنین به خاطر صادقانه و مخلصانه فعالیت کنند، به نظر من احتمال ازی داره که جوانا پشت سر از اونها استفاده بشه. ولی اگر به خاطر ازی باشه که برای چند روز اونا به یک منصب برسن یا به قدرت برسن مثل که بعضی از نهادها کرده، باز ما به صلح نخواهیم رسید. جهان، سپاس از شما جناب آقای خپلواک که در بحث و در برنامه با ما بودید، استفاده کردیم. ان شاءالله که به امید صلح دائمی در کشور زنده باشید. سلامت باشید. خب بیننده های عزیز، صحبت های جناب آقای خپلواک بود، یک تن از فعالین صلح و واقعا هستند عزیزان و مهربانانی که در این کشور قلبشان میتپه برای آرامش کلی در کشور، برای آمدن صلح دائمی در کشور و ان شاءالله که این آرزویشان و این آرمانی که دارند واقعیت تبدیل بشه و همه ما شاهد یک صلح سراسری باشیم. شکی نیست که در آینده ان شاءالله یک مذاکرات بین الافغانی که صورت میگیره همه جهات مد نظر گرفته شده باشه و بتوانیم یک حکومت هم شمول و تحت لوای اسلامی داشته باشیم و ان شاءالله که جوانان هم در این قسمت سهم خود داشته باشند و همچنین صدای خود را همیشه بالا بکنند. هستیم با شما مهربانان، وقفه میگیریم و برمی‌گردیم.